أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله احمده و استعینه و استغفره و استهدیه و اومن به ولا اکفرو و اعادی من یکفرو و اشهد و لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله ارسله بالهدى والنور والموعظة على فترة من الرسل وقلة من العلم ودنوب من الساعة وقرب من الأجل. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى وفرط وظل ظلالا بعيدا. أوصيكم بتقوى الله فإنه خير ما أوصى به المسلم المسلم أن يحثه على الآخرة وأن يأمره بتقوى الله. خداوند علی اعلا را بر توفیق حضور در مراسم نماز جمعه سپاسگزاری می کنم. خودم که از همه بیشتر نیازمندم، همه شرکت کنندگان خواهران و برادران را به رعایت تقوا پروا پیشه کردن متذکر می شوم و سفارش می کنم امیر بیان لنگر زمین و آسمان امام سفید رویان علیه افضل و صلوات المسلین فرمودن شما را به تقوای خدا سفارش می کنم، زیرا که آن آرمان هر جوینده امیدواری است و مورد اعتماد هر فراری پناجویی. تقوا را جامعه زیرین خود قرار دهید. اوصیکم بتقوى الله فإنها غبطة الطالب الراجي وثقة الهارب اللاجي واستشعر التقوى شعارا باطنا. امید است که هممان این سفارش را مورد دقت و توجه و رعایت قرار بدیم. با تقوا بتوانیم از هر ضرر و آسیب خودمان را حفاظت و حراست کنیم. جمعه گذشته توفیق حضور در جمع شما مؤمنان را نداشتم. در محل مسافرت به یاد همه عزیزان و در جمع دیگر از خوبان و مؤمنان بودیم و از مناقب و فضائل اهل بیت، مخصوصا مصائب آخر ماه صفر و روزهای پایانی مطالب گفته شد. این هفته که توفیق حضور در این سنگر و در این مظهر عزت و اقتدار و بیداری و بصیرت نصیبم شده، بحث را
با توجه به نیازهایی که احساس می شود در خطبه اول آغاز میکنم، انشاءالله که زمینه یک روشنی و بیداری را در جامعه بتوانم این بحث فراهم کند. یکی از مباحث در اسلام بحث مردم است، بحث آحاد ملت. گاهی انسان حرکت فردی را آغاز میکنه، اصلاح فرد و خانواده را دنبال میکنه. اینها ارزش است، اینها وظیفه است، اینها مأموریت است. اما اون چی که در اسلام مهم است و جامعه را میتواند و عزت و سربلندی و در واقع پیشرفت و تعالی برساند، اون حرکت است که باید همگانی شود و همگان را انسان بتواند به حرکت در بیاورد و مدیریت کند و جهت بدهد. یکی از سوره های قرآن سوره مبارکه فتح است، 48 سوره قرآن. در این سوره خداوند می‌فرماید کسانی که با پیغمبر خدا بیعت کردند، ان الذين يبايعونك، کسانی که دست به دست پیغمبر دادند و بیعت کردند، در واقع و در حقیقت با خدا بیعت کردند. انما يبايعون الله، بیعت با پیغمبر به تعبیر قرآن بیعت با خداست. خدا جسم نیست، خدا محدود نیست، لم یلد ولم یولد، نه کسی فرزند خداست نه خدا فرزند کسی است. خدا در همه جا حضور دارد، از رگ گردن به انسان نزدیکتر است، داخل چشم و سینه انسان را می داند، همه مخلوقات را کنترل می کند. در این حال خداوند در این آیه شریفه می فرماید کسانی که با پیغمبر دست دادن، در واقع با خدا دست دادن. ید الله فوق ایدیهم، این دست هایی که دست پیغمبر بالای اینها قرار گرفت و با پیغمبر قول دادن و پیمان بستن، در حقیقت دست خدا بالای اینها قرار گرفته. یعنی این دست هایی که در کنار هم قرار می گیرن، با این اتحاد، با این وحدت، با این همهدفی و همفکری و همدلی، در حقیقت مظهر قدرت خدا می شوند، مظهر عزت و پایداری می شوند. جامعه‌ای که به سمت حرکت اجتماعی حرکت نکند، حرکت را بزرگ و کلان و همه جانبه نکند، این جامعه جامعه ذلیل است، خار است، بی ارزش و بی مقدار است. من چند تا عبارت از پیامبر بزرگوار اسلام نقل کنم تا این بحث را که قرار است انشاءالله در هفته های آینده بر حسب توفیق پیگیری کنیم، ریشه دارتر و عمیق‌تر آغاز کرده باشیم. با توجه به آیه‌ای که تلاوت شد، بخشی از آیه بیان شد در سوره مبارکه فتح، 48 سوره قرآن، آیه 10، روایات داریم پیغمبر فرمود ایها الناس، مردم، علیکم بالجماعه، حرکتتان
با دیگران باشه. حمایتتان از منافع همگان باشه. خودتان را با جامعه وفق بدین. اگر حرکت جامعه مشکل داره، تلاش کنین مشکل حرکت جامعه را اصلاح کنین. و ایاکم و الفرقه، جدا جدا متفرق متفرق حرکت نکنین. از حرکت های متفرق و کوچک در حذر باشین و بر پرهیز باشین. در همین ادامه پیغمبر فرمودن ید الله علی الجماعه. اونجا در فتح مکه در بیعت با پیامبر دستها در کنار دست پیغمبر و دست مبارک رسول الله بالای دستها قرار گرفت. خداوند فرمود ید الله فوق ایدیهم، دستهای شما در حقیقت متحمل و پذیرای دست خداست. و اون قدرت الهی بود که پیغمبر را یاری کرد، اون وحدت و همدلی مسلمین بود که اون همه فتوحات نصیب رسول الله و مسلمان های اون زمان شد. امروز هم اگر بخواهیم پیروزی، عزت، بی‌نیازی در واقع نصیب من شود، یک راه وجود دارد، راه حرکت اجتماعی، وحدت و همدلی. پیغمبر فرمودن ید الله علی الجماعه، هر جا مردم در کنار همان با همدیگه مهربان و همدل و هم هدف هستن، اونجا قدرت وجود دارد، اونجا پیشرفت و تعالی و ترقی وجود دارد. برای که به ما بفهماند این حرکت چقدر مهم است، فرمود فإن الشاذ منهم اختطفه الشیطان. اگر کسی حرکتش را کوچک کرد، فردی کرد، قومی کرد، منطقه‌ای کرد، فإن الشاذ منهم اختطفه الشیطان. دیدین گاهی یک کسی را اختطاف میکنن دزدان، اختطاف چیان، یک جوانی، یک دختری، یک مردی، زنی را میروباین، میبرن، بعد خانوادش به زحمت میفته، مجبوره باج بده، مجبوره تقاضا و خواسته اون اختطافگر را قبول کند. پیغمبر فرمود در جامعه که منافع ملی و منافع عامه دنبال نمی شود، منافع فرد، قوم، یک گروه، یک قشر دنبال می شود، فإذا اشتذ الشاذ منهم اختطفه الشیطان. وقتی مردم از همدیگه جدا شدن، از همدیگه فاصله گرفتن، شیطان به سراغ اینها می آید، اینها را می رباید. همون گونه که گوسفند وقت از گله جدا می شود و از دید شبان و چوپان فاصله می گیرد، گرگ به سراغش می آید و او را تهمه قرار می دهد و نابود می کند. باز فرمود جماعت رحمت است. فرقه و اختلاف به تعبیر پیغمبر خودش عذاب است. و الفرقتو عذاب. ما امروز به این مقوله باید توجه کنیم، بخشی از مشکلات جامعه، نه بخشش، معظم بیشترین مشکلاتی که امروز ما شاهدیم و تحمل میکنیم از این مسیر است، از این وادی است. باید برای مبارزه با این عذاب و این مشکل،
فکرهامان را مدیریت کنیم، ذهنمان را عوض کنیم، باورمان را تغییر بدهیم. جامعه چیست؟ چگونه جامعه را بشناسیم؟ جامعه از گروه های کوچک یا بزرگ از بین انسان ها تشکیل می شود. از فرد خانواده، از خانواده محله، از محل قریه، از قریه منطقه، ولسوالی، ولایت، کشور، اینها به وجود می آید. این انسان ها همون گونه که منافع فرد را دنبال می کنن، به همون میزان باید منافع خانواده را دنبال کنن، به همون میزان باید منافع محل و محیط زیست و زندگیشان را احترام بگذارن، چه در بخش بهداشت، چه در بخش امنیت، چه در بخش اخلاق، چه در بخش روابط اجتماعی و خانوادگی. وقتی دقت میکنیم میگویم جامعه را شما نمیتوانیم به عناصر تشکیل دهنده آب که اکسیژن و ادرژن است تشبیه کنیم. آب ترکیبی از این دو ماده است. اینا وقتی تجزیه میشوند درست آب نیستن، اما هر کدامش باز اثر داره، نقش داره. جامعه را تشبیه میکنن به اعضای انسان، به چشم و دهان و دست و پا و سایر اعضا، گوش و دماغ و چشم و ابرو. اگر این اعضا در کالبد انسان قرار داشتن، یک انسان به وجود می آید، هم زیبا، هم هوشیار و هم مفید. چشم به موقع کار خود را انجام می دهد، دست به موقع نیاز شروع می کند به دفاع کردن و به کار کردن، پاها، گوشها، اعضا و جواره هر کدام به موقع برای سلامت و پیشرفت و در واقع موفقیت این کشور که کشوری وجود است تلاش میکنند. میفرمایند جامعه شبیه اعضای یک وجود است، نه اکسیژن و ادرژن. تا این مفکوره با وجود نیاید، تا این اندیشه که اندیشه الهی است، تا این باور که برگرفته از قرآن است با وجود نیاید، ما هر چه حرف بزنیم، هر چه شعار بدیم، اون جامعه ای که قرآن فرموده و او جامعه نمی رسیم. اونی که خدا وعده داده ولله العزه، عزت از آن خداست، ولی رسوله، عزت از پیغمبر است، ولی المؤمنین، عزت مال مؤمنان است. ما به اون عزت نمی رسیم، نه اقتصاد برتر خواهیم داشت، نه مکتب عالی و نه دانشگاه مورد قبول و نه تجارت و نه هم مسجد و محراب. همه اینها حرف است، خیال است و در واقع آرزوست. من یک آیه را در پایان عرایزم در این خطبه میخوانم. همه شما را سر سفره قرآن به این موضوع مهم دعوت کنم. در سوره مبارکه اعراف که از سوره های طوال قرآن است، سوره های طولانی قرآن، در آیه 96 میفرماید ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا
فاخذناهم بما كانوا یکسبون. اگر اهل آبادی ها نفرمود یک قریه، نفرمود یک خانه، نفرمود یک انسان، ولو اهل ان اهل القرى، اگر اهل قریه ها و آبادی ها ایمان آورند، آمنو و تقو، اگر اهل قریه ها و مناطق تقوا پیشه کنند، لفتحنا علیهم، هر لحظه و هر فرصتی که پیش بی آید برکت ها را از آسمان و زمین بر روی آنها می گشاییم. لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. اما مع الاسف مردم توده های جامعه با تقوا نشدن. شاید افرادی در بین جامعه با تقوا باشند، ممکنه در یک جامعه غیر مسلمان هم مؤمنی وجود داشته باشد. قرآن می فرماید معیار جامعه است، در پیشرفت باید همه خودشان را آماده تحول کنند. با یک گروه، با یک قوم، با یک منطقه کشور آباد نمی شود، ولو یک منطقه را خیلی حمایت کنند. آب و برق و مکتب و حوزه و دانشگاه اونجا به وجود بیاورن، این شکست کشور است. پیشرفت در سایه تقوای همگانی است. لذا دقت می‌فرماییم خداوند در اینجا بحث و در واقع موضوع را مرتبط کرده، یعنی آسایش، برکت، فراوانی، بی‌نیازی، بیرون شدن از محاصره ها و تحریم ها را گره زده به تقوای جامعه. همان گونه که دقت کردیم تقوای جامعه مطرح است، نه تقوای فرد. از امام صادق علیه السلام سوال شد از تفسیر تقوا، آقا تقوا چیه؟ خب خیلی وقتا هممان باورمان این است تقوا یعنی پروا پیشه کردن و نامحرم نگاه نکنیم، درسته؟ دروغ نگیم، یکی از مصادیق تقواست. حرام نخوریم، نماز اول وقت، همه اینا تقواست. اما از امام صادق سوال کردن از تفسیر تقوا، حضرت در یک بیان فرمود ان لا یفقدک الله حیث امرک، اونجایی که خدا خواسته حضور داشته باشی اونجا غائب نباشی. گاهی لازم است همه مردم یک حرکت جمعی کنن، اونجا اگر نبودی بی تقوایی، منافع همه را باید دنبال کنی. ان لا یفقدک الله حیث امرک، جایی که خدا خواسته حضور داشته باشی اونجا اگر نبودی بی تقوایی، جایی که خدا راضی نیست حضور داشته باشی، ولو مسئله خونی باشه، ولو جرگه قومی باشه. اما اگر منافع جامعه دنبال نمی شود، اونجا حضورت و شرکتت خلاف تقواست، خلاف دستور خدا و دستور قرآن است. چرا؟ قرآن می فرماید دست خدا بالای دست همگان است. خدایا ما را با معارف بلند قرآن بیش از پیش آشنا بگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلی علی محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى علی امیر المؤمنین وعلى الصدیقة الطاهرة وعلى الحسن والحسین وعلي ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والحجة الخلف الصالح. أئمة المؤمنين. بار دیگر خودم و همه شما عزیزان را به رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش میکنم. در خطبه دوم یکی دو تا مناسبت است. آغاز ماه ربیع الاول، هجرت پیامبر که 1444 سال قبل آغاز شد، یکی از مناسبت هاست. لیلة المبید که بالاترین در واقع ایثار و همدلی و فداکاری را به نمایش گذاشتند در این هجرت سازنده، قابل تأمل است. همینطور در روزهای آغاز ماه ربیع الاول در سال 64 خانه خدا توسط جرثومه خباثت و رذالت یزید با آتش کشیده شد و تخریب شد، از باب اون که جامعه با نکات در واقع بیداری تاریخ اسلام آشنا شوند. به این هم اشاره خواهم کرد. مسائل داخلی کشور، حوادثی که متاسفانه باز هم خانواده ها را داغدار کرد و قلب ها را جریحه دار، از موضوعات است که بر حسب وظیفه باید در نماز جمعه مطرح کنم. قبل از آن، از باب تذکر برای عزیزان که هم خودشان دقت کنند و هم این رسالت و پیام را به دیگران برسانند، درباره روز جمعه دو سه تا تذکر که حرف خودم نیست، حرف دین است، حرف قرآن است، حرف خداست، حرف پیامبر است، عرض کنم. هممان به حمد الله توفیق داریم، حالا شاید خیلی ها در نماز شبشان سوره جمعه بخوانند، در نماز صبح که خیلی تأکید شده و ثواب داره خواندن سوره جمعه در رکعت اول. اونی که لطف الهی شامل حالمون هست، هممان در نماز جمعه سوره جمعه را میشنویم و میخوانیم. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس، تا اونجا میرسد که اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه، وقت صدای نماز جمعه به گوشتان میرسد، با تلاش خودتان را به این ذکر خدا برسانید. فاسعوا الی ذکر الله. پیغمبر فرمودن روز جمعه آقای روز هاست، از شنبه هفته آغاز می شود و با جمعه به پایان می رسد. در این فرصت اسبوع و هفته پیغمبر فرمود یوم الجمعه، روز جمعه، سید الایام، آقای روز هاست، و اعظم عند الله عز وجل، روز جمعه احترامش بیشتر است
در پیشگاه خداوند من یوم الاضحى و یوم الفطر. عظمت جمعه از روز عید سعید قربان و روز عید سعید فطر بیشتر است. و اعظم عند الله، در عید سعید قربان موضوع مهم مسئله قربانی است، مسئله حج است، یاد فقراست. در عید فطر بیشتر بحث روزه است، بحث یاد از تشنگی و گرسنگی روز قیامت است. اما در روز جمعه لحظه به لحظه در طول هفته منافع و مشکلات جامعه اسلامی باید تحلیل شود، تبیین شود، راه را برای رسیدن به یک آرمان و عزت در دنیا و سعادت و نعمت ابدی در آخرت بشناسیم. لذا پیغمبر فرمود روز جمعه در پیشگاه خداوند از روز عید سعید قربان و عید سعید فطر بالاتر است. برای اون که ما با این فرهنگ آشنا شویم که مع الاسف خیلی ها محرومن و خیلی ها باید اعتراف کنیم حسرت بخورن و بخوریم که چرا با این معارف زودتر آشنا نشدیم. پیغمبر فرمودن الخیر و الشر، کارهای خوب در سوره مبارکه بلد 90 سوره قرآن خدا می فرماید و هدیناه النجدین، ما انسان را راه خیر و راه شر را آموختیم. پیغمبر فرمود خیر و شر یضاعف یوم الجمعه، هم کار خیر در جمعه دو برابر است، هم کار شر. اونهایی که جمعه را روز عبادت، روز بیداری، روز نظافت، روز رسیدگی به امورات مهم قرار می دهند، اینها خیر مضاعف را دریافت می کنند. اگر بخواهم این حقیقت را به زبان خودمان به شما عزیزان منتقل کنم، روز جمعه تعطیل است، نه به خاطر این که فکر کنیم از کارهای مهمتر آزادیم، تعطیل است به این معنا که به کارهای مهمتر بپردازیم. در طول هفته شاید یک کار، یک نواخت، ولو تجارت، ولو حکومت. من در صحبتی که در یک شنبه 28 سفر در کنار مرقد میرسید علی ولی در حضور شاید 4000 زائر و حاضر در مجلس داشتم، به همه گفتم، الان هم در اینجا اعلام میکنم، رئیس جمهور، مسئول و بزرگی که در نماز جمعه شرکت نمی کند، این در حقیقت برای جامعه اسلامی نمی تواند کار کند. ما در رژیم های فاسد گذشته شاهد این قضیه بودیم، کدام وزیر اهل نماز جمعه بود؟ کدام رئیس جمهور؟ آیا اصحاب پیامبر در نماز جمعه نبودند؟ چه خوب است والی شهر به نماز جمعه شرکت کنه، برنامه ریزی کنه، بنشینه، صحبت خطیب جمعه را بشنود. چه کسی اشراف بالاتر از خطیب شایسته در نماز جمعه بر اوضاع جامعه دارد؟ شوخی نیست. خدا می فرماید
اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله. لذا پیغمبر میفرماید روز جمعه کار خیر دو برابر است. اگر کسی دنبال خوشگذرانی، دنبال عیاشی، زمینه‌های دور شدن از حرکت‌های بزرگ و سرنوشت‌ساز را فراهم می‌کند، گناهش دو برابر است. بگذرم، یوم الجمعه تعبیر از رسول الله است. روز جمعه یوم عباده، روز جمعه روز عبادت است. فتعبد الله فی، خدا را در این روز عبادت کنید. خدا را شاکریم در روز جمعه با دعای ندبه، با توسل آغاز میکنیم. با نماز جمعه این مظهر بیداری و آگاهی ادامه میدهیم و در پایان این روز با دعای سماد و نمونه های از این تقرب و ارتباط با خدا، این روز را که به لطف الهی و به محبت پیامبر و ولایت عزرات معصومین نصیب من هست و پایان میبریم، خواستم همه عزیزان را با این عظمت و این شکوه و این راه تقرب و نزدیکی به خدا از باب تذکر آشنا کرده باشم. یکی از موضوعات را که لازم میدانم مطرح کنم، امروز چهارم ربیع الاول است، شاید هم سوم. ربیع الاول مناسبت های زیادی دارد. یکی از مناسبت ها در روز اول این ماه پیغمبر بعد از 13 سال مبارزه، بعد از بعثت، سختی ها، فشار ها و تحمل همه مرارت ها، مجبور شد مکه را رها کند و به عنوان یک راه نجات و بیرون رفت و توسعه از مکه هجرت کند و به مدینه منوره حضور پیدا کند و زمینه توسعه و پیشرفت اسلام را در این تحول بزرگ و جهانی پایه‌ریزی کند. خب حرکت پیغمبر حرکت الهی است، همه می‌دانیم. شبی که پیغمبر از مکه حرکت کرد، اون شب یکی از اتفاقات افتاد. 40 نفر از 40 طایفه تصمیم گرفته بودند پیغمبر را در بستر، در منزل، در نزدیکی های مکه معظمه به شهادت برسانند. پیغمبر توسط جبرئیل در جریان قرار گرفت. رای حلی بیرون رفتن سالم پیامبر از این خطر این بود که کسی در بستر پیغمبر قرار بگیرد تا دشمن پیغمبر را نتواند دنبال کند و آسیب برساند. پیغمبر این ماجرا را به امیرالمومنین محور حق قرآن ناطق مطرح کرد. وجود نازنین علی علیه السلام بدون بررسی و بدون سؤال فرمود و عرض کرد در قبال آقا و مولای من رسول الله، عرضه داشت: یا رسول الله، اگر من در بستر شما قرار بگیرم، شما جان سالم بیرون میکنین و از خطر نجات پیدا میکنین؟ پیامبر فرمود بله. امیرالمومنین عوض پیغمبر در اون شرایط حساس در جای پیغمبر قرار گرفت و این آیه را خداوند در این مورد نازل کرد، آیه 207 از سوره مبارکه بقره. بعضی از مردم کسانی هستند، و من الناس، نه همه مردم، که جان خیش را، یشری نفسه، جان خیش را می فروشد،
جان خیش را قربان می کند. چرا؟ ابتغاء مرضات الله، تا رضای خدا را دریافت کند. تا اینجا آیه است، تاریخ است. از این بالاتر باید اینها را با عرفان و بصیرت بشنویم و بفهمیم. در روایات داریم در همون لحظه ای که علی علیه السلام در لیلت المبید در بستر پیغمبر آرمید، به جبرئیل و میکائیل خطاب رسید. دو تا فرشته از فرشتگان بزرگ خداوند به اینها خطاب رسید. من بین شما دو نفر برادری قرار دادم، جبرئیل و میکائیل را، اما عمر یکی از شما را بیش از دیگری قرار دادم. نامعلومم بود حالا عمر جبرئیل بیشتر بود یا عمر میکائیل. کدام یکی از شما ایثار میکنید عمر طولانی را برای اون که دیگری زنده بمانند؟ به دیگری واگذار میکنین یا نه هر کس طالب عمر طولانی هستید؟ به تعبیر دیگر کدامتان از عمر طولانی دست برمیدارین که دیگری بیشتر عمر بکنن؟ نه جبرئیل توانست از عمر طولانی صرف نظر بکند و نه میکائیل. هر دوتا گفتن ما هر کدام طالب عمر طولانی تر هستیم. خداوند فرمود برین زمین ببینید بنده من علی ابن ابی طالب جانش را در طبق اخلاص گذاشته تا حبیب من، تا پیامبر من، تا رحمتا للعالمین عمر طولانی داشته باشد. این است یکی از فضائل امیرالمومنین. خدایا ما را با ولایت و با محبت این بزرگوار زنده بدار و با ولایت و محبتش بمیران. یکی از مناسبت ها تخریب مکه است. میدانیم به همین تازگی ها ماه صفر به پایان رسید. 28 صفر رحلت رسول الله و شهادت امام مجتبی بود. آخر صفر شهادت عالم آل محمد. حضرت رضا علیه آلاف و تحییت و سنا بود. بعد از پایان ماه سفر ماه ربیع آغاز شد. سه شنبه آخر ماه سفر بود. از چهارشنبه ربیع آغاز شده. امروز سوم ربیع است. یکی از اتفاقاتی که در تاریخ افتاد، در سال 64 یزید دستور داد خانه خدا را تخریب کنند. همه عزیزان خوب است بدانند یزید در سال 25 هجری یا 26 هجری در دوران خلافت خلیفه سوم عثمان ابن عفان در شام به دنیا آمد. در 14 ربیع الاول یعنی همین ماه 11 روز بعد در سال 63 یعنی 3 سال بعد از شهادت سید الشهدا علیه السلام، بسیار ذلیلانه و خوار نابود شد و گرفتار اعمالش شد. منتها در طی حکومت 3 ساله خودش خیلی جنایت مرتکب شد. در سال 61 سال اول حکومتش حادثه دردناک و مصیبت عظمای شهادت امام حسین و شهدای کربلا را مدیریت کرد. اینه که کسی بگوید یزید در جریان کربلا بی خبر بود، این عاقلانه نیست. مگر می شود در یک کشور یک حادثه و یک
جنایتی به این بزرگی اتفاق بیفته بعضی ها فکر کنن یزید بی خبر بود؟ مگر می شود؟ این عقلانه نیست. نباید به مطالبی که خرد و فکر قبول نمی کند گوش داد. این اولین جنایتش در سال اول حکومتش. در سال دوم حکومتش حادثه حره به وجود آمد. در نزدیکی های مدینه حدود 10,000 مسلمان توسط مسلمین عقبه فرمانده لشکر یزید کشته شد. 700 نفر از حافظان قرآن در اون ماجرا به شهادت رسیدن. حضورخواهی میکنم بعد از اون ماجرا حدود 1,000 طفل نامشروع به دنیا آمد. مسجد النبی محل نگهداری اسبهای سپاه شام و مردم مدینه ناچار به بیعت و بردگی بایزید شد. اینها در سال دوم. ابو سعید خدری، همون کسی که امام حسین در سخنرانی روز عاشورا فرمود برین از چند نفر از اصحاب جدم رسول الله سوال کنین، سلو جابر ابن عبدالله الانصاری و زید ابن ارقم و سهل ابن سعد ساعدی و ابا سعید الخدری. ابا سعید خدری که از بزرگان خزرج و از اصحاب پیامبر بود، دیدن ریشش کنده شده، محاسنش را کشیده بودن و در آورده بودن. وقت سوال کردن چرا با این مصیبت روبرو شدی؟ گفت سپاهیان ستمکار شام به فرماندهی مسلم ابن عقبه فرمانده یزید همه چیز غارت کردن، حتی ظرف آبخوری را. وقتی آمدن سراغ من چیزی نیافتن، من مشغول نماز بودم. خشمگین شدن، مرا از سجاده ام انداختن و بر زمین کوفتن و چیزی نیافتن، ریش های مرا کندن. این یکی از جنایت های که در دومین سال حکومتش انجام داد. اما اونی که مناسبت تاریخی است، در سال سوم حکومتش در سال 63 هجری به خانه خدا هجوم آورد، مکه، همین خانه ای که هر انسان مستطیع باید برای زیارتش برود. ولله علی الناس جلبیت من استطاع الیه سبیلا. و مکه را سنگباران کرد تا رقیب خودش عبدالله ابن زبیر را از صحنه قدرت بیرون ببرد. بعد از این جنایت، یعنی که در سوم یا چهارم ربیع انجام داد، بعد از 10 روز صاعقه مرگ و نابودی یزید فرا رسید. این است کارنامه این انسان. امید است جامعه اسلامی از بصیرت و بینایی بهره‌مند شوند. آخرین نکته ای را که عرض کنم و این مصیبت را تسلیت عرض می کنم به مسلمان ها، به دولت افغانستان، به ملت افغانستان، به خانواده های داغدار و الحق و الانصاف، انسان احساس سوز و درد و رنج و غم می کند. باز هم امروز کابل شاهد یک مصیبت بود. در ساعت 7:30 دشمنان علم، آگاهی، دشمنان عزت و بیداری کشور ما، دشمنان اسلام، دشمنان انسانیت باز هم خباثت کردند، باز هم قساوت کردند، باز هم جرثومه های شرک و بیدیانتی ظهور کردند و با ورودشان در یکی از
مراکز آموزش و تعلیم و تعلم که قرآن و پیغمبر فرمود پیغمبر تا لحظه ای که زنده هستی از ما دانش به طلب و قل رب زدن علما که پیغمبر فرمود اطلب العلم من المهد الی اللحد از گهواره تا گور دنبال دانش باش وارد این محل آموزشی مرکز آموزشی کاج در یکی از نقاط کابل در ساحه نقاش دشت برچی در غرب کابل شدن با کشتن و به شهادت رساندن نیروی امنیتی وارد کلاس و مکتب شدن و آموزشگاه شدن آمار را دقیق نمیدانم اما اونچه که شنیدم بالای 70 نفر شهید و مجروح دارد بیش از 32 نفر به شهادت رسیدند به ای ذنب قتلت به چی جرمی شما حساب کنید در خانه انسان یک طفل مریض میشه همه اعضای خانواده گرفتارند مشاهده کنیم تحلیل کنیم این خانواده ها چه جرمی دارن اونگونه که گفتم مستعدترین بچه ها و دخترها در این صنف بودن در این آموزشگاه بودن امیدوارم مسئولین مردانی که در اداره این حکومت و امارت قرار دارن با صداقت با شجاعت با وفاداری این ماجراها را دنبال کنند و صداقتشون را و نمایش بگذارند اگرچه سخنگوی وزارت امور داخله انتحاری بودن این جریان را تایید کرد و در صحبت ها گفت حمله بالای افراد ملکی نشانه قساوت غیر انسانی دشمن و همچنین فقدان معیارهای اخلاقی می باشد اما با حرف با تسلیت گفتن مشکل حل نمی شود ما شاهد بودیم که دیگران با این روش نتوانستن اداره را و در واقع جامعه را مدیریت کنن امید است اهل عمل و اهل در واقع کار و اهل حل مشکل باشیم و راهش تأمین امنیت همگان و حرکت در راستای منافع و در واقع رفاه و آسایش همگانی است خدایا این داغ ها و مصیبت ها را بر مردم افغانستان مخصوصا بر این خانواده های داغدار سبک بگردان شفای عاجل نصیب مجروحین این حادثه بگردان خدایا اونهایی که با خباثت و رذالت این جامعه را هنوز مورد بیرحمی مورد کشت و کشتار انتحار و انفجار قرار میدهند اونها را به قهر غضبت خدایا بگیر کسانی که در تلاشند تا امنیت و پیشرفت آسایش و همدلی در این کشور حاکم و پایدار شود اونها را تایید فرما خدایا در رأس حوائج ما فرج آقا و مولای ما صاحب الزمان معجل بگردان عزیزانی که با حضورشان در نماز جمعه این سنگر عزت و این سنگر بیداری و بصیرت را یاری میکنند گام هاشان در هیچ عرصه ملغزان عزت دنیا و آخرت نصیبشان بگردان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا